قضایی رژیم حکم اعدام روح الله زم رو تایید کرد سوال مطرح اینه که چرا رژیم الان این حکم رو مورد تایید قرار داده و اون رو اعلام کرده همراه هستیم با حبیب گودرزی برای اطلاع بیشتر حبیب علت اینکه رژیم این مقطع زمانی رو برای تایید و اعلام حکم اعدام روح الله زم انتخاب کرد چیه؟ تایید این حکم و اعلام اون در شرایط کنونی نشون میده که رژیم یک ضربه بسیار سنگین با حرکت پاستار فخری زاده خورده و به شدت نیاز داره که اینطوری ضربه رو یه مقداری تسکین بده و البته به این ترتیب قدرت نمایی هم بکنه و بترسونه که آی من قدرت دارم پس, پس, کسی دست از پا خطا نکنه کسی به فکر قیام نباشه و الی آخر چون واقعیت اینه که بعد از ضربه فوق سنگینی که سر حرکت پاسار زاده خورد برای همه دنیا روشن شد که این رژیم یک نظام پوسیده است. برای همه مردم این وضعیت فلاکت بار رژیم روشن شد. برای مردم و جامعه ای که در واقع تو شرایط انفجاری قرار دارند و با حلاکت پاستار فخریزاده بسیار شاد شدند و روحیه باسن بیشتری گرفتند. خب این برای رژیم خیلی وحشتناکه. به همین علت توی این مقطع زمانی که شما توی سوالتون اشاره کردین حکم اعدام روح رو تایید کرد و اعلام هم کرد خب خیلی ممنون از توضیحاتی که دادی حبیب ولی ام یک سوال دیگه هم که توی این رابطه مطرحه اینه که به نظر شما آیا جامعه جهانی در رابطه با این حکم اعدام روح لزم از نظرتون وظیفه به عهده داره یا نه شما این موضوع رو چطور میبینید؟ قطعا جامعه جهانی توی این رابطه وظیفه جدی به عهده داره این حکم باید توسط ملل متحد محکوم بشه و باید جلو اونو بگیرن مشخصا مگه روح زم پناهنده فرانسه نبود پس این کشور هم بایستی به این موضوع اعتراض کنه و جلو اونو بگیره باید حقوق دانای بین المللی و فرانسوی توی یک دادگاه علنی به این پرونده نظارت داشته باشن آخه نگاه کنین واقعیت اینه که وکیلی که برای روح زم گذاشتن از عوامل خود دستگاه قضایی ملاست وکیلی که مورد تایید دستگاه قضایی نظام هستش و اساسا هم فقط اینا میتونن به عنوان وکیل در درون این نظام باشن خوبه که بگم که این کمیسر حقوق بشر و مشخصا گزارشگر ویژه حقوق وضعیت حقوق بشر تو ایران یعنی آقای جاوید رحمان هم بایستی وارد بشه حکومت عراق هم همینطور چون واقعیت اینه که روح لازم توی این کشور توسط رژیم به دام انداخته شده موضوع اینه که رژیم توی این داستان آدم روبایی کرده و روح لازم رو دوزیده به همین دلیل باید سناریوهای مربوطه و به اصطلاح این طرح و دسیسه های رژیم توی این زمینه افشا و علنی بشه ببینید این همون رژیمیه که توی اسفند 97 روح لازم رو بخشی از سیستم اطلاعاتی و امنیتی خودش معرفی کرد اما الان توی یک بازی و در واقع ترفند ننگین و جنایت بار که, که ویژگی همین رژیم هم هست برای ادامه او فرصت پیدا کرده اف بین هم امروز وارد شد و اعلام کرد که تایید حکم اعدام روح زم توسط دیوان عالی کشور یک تصمیمی تکان دهنده از سوی مقامات ایرانی مبنی بر استفاده فزاینده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوبه بنابراین جامعه جهانی تو این رابطه مسئول و باید وارد بشه بله حبیب خیلی ممنون از توضیحاتتون در رابطه با حکم اعدام روح الله زم.